نعم أعزائي المشاهدين، كما وعدناكم في الحلقات الماضية حول ضيافة واستضافة قيادات الشعوب داخل جغرافيا إيران السياسية، وفي الحلقة الماضية استضافينا السيد صالح الدروم، وهو أيضا من قيادات الأتراك في أذربيجان الجنوبية، وأيضا مسؤول ورئيس الجبهة الموحدة للشعوب الغير فارسية في داخل جغرافية إيران السياسية. واليوم نستضيف السيد عبد الله البلوشي، وبالواقع هو أيضا مسؤول عن حزب الحركة الوطنية القومية البلوشية الغربية، أي في ما يسمى جغرافية إيران السياسية، هذا الشعب العريق الذي على مدى التاريخ موجود على أرضه ويناضل لأكثر من 9 عقود، هذا الاحتلال القاشم الذي وقع على الشعب البلوشي، والمأساة بالواقع الذي يمر بها شعب بلوشستان، مثله مثل الشعب العربي الأحوازي والتركي والكردي والتركماني والشعوب الأخرى. فاليوم ستستمعون من سيادته حول وضعية المعيشة والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمأساة بالواقع الذي يمر بها الشعب البلوشي الذي أرضه محتلة، وشعبه يناضل بكل الوسائل من أجل إعادة سيادة شعبه وكرامة شعبه وأرضه. فنحن وإياكم نتابع مع السيد عبد الله البلوش أو البلوشي. فأهلا وسهلا بالسيد عبد الله. بالا بينا دقان عزيز، ما أهم تركي لخدمتهم قفتيم دار برنامه هاي السابق دوستان به همرزمان ما از ملت های غیر فارس داخل جغرافیای موسوم به ایران، در رابطه با در واقع معرفی این ملت ها و به اضافه مظلومیت هایی که متاسفانه از نظام دشقیم اشغالگر معروف به حکومت مرکزی موجود در تهران فارس، و به اضافه مشکلات بسیعی که این ملت ها از این حکومت اشغالگر با این ملت ها انجام میده، از نظر مسائل اقتصادی، قومی، فرهنگی و اجتماعی. و فکر کنم بینندگان عزیز شما از خیلی از ملل آشناتر هستید که ملت بلوچ، ملت ترک آذربایجان، ملت کرد و ملت همچنین الاحواز چه مشکلاتی و با صبر و در واقع سکینه تحمل کردن از نظام دشقیم و اشغالگر موسوم به جمهوری اسلامی ایران که در جغرافیای موسوم به ایران داره این همه بدبختی را به ملت هامون میرسونه. من به آقا عبدالله بلوچ خوش آمد میگم، انشالله با وجود اون بتونیم بعضی از مشکلات و در واقع گذشته مبارزاتی ملت بلوچ و تشکیل جبهه مشترک ملل غیر فارس که در واقع مبارزاتیشون رو ضد این نظام اشغالگر و دشقیم اعلان موجودیت کردم. خوش آمدید همرزم، خوش آمدید برادر عبدالله. ما اولین سؤالمون رو از جناب علی خودتون و سازمان و جنبش آزادی بخش بلوچستان رو برای بینندگان عزیز و ملت بلوچ تعریف کنید اگه وقتی شده. تشکر از اینکه مرا دعوت کردید و از بینندگان شما که تا دقایق یا ساعتی چند همراه ما خواهند بود تشکر میکنم.
بلوچستان از نظر تاریخی اگر بهش نگاه کنیم یک سرزمین اشغال شده است که در سه کشور افغانستان و پاکستان و ایران هست. اولین اشغال را ایران بر بلوچستان تحمیل کرد و ما جنبش ملی در ما در جنبش ملی بلوچستان که برای آزادی بلوچستان مبارزه می کنیم در تحت اشغال حکومت ایران هستیم و مبارزه ما بر علیه جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران است که بلوچستان را اشغال کرده. تاریخچه بلوچستان زیاد است. بلوچستان تا قبل از اشغال جمهوری اشغال ایران در آن زمان جمهوری اسلامی نبود، در زمان قاجار اشغال شد. قبل از دوران قاجار یک سرزمین مستقل بوده و بخش بزرگی از بلوچستان که توسط خان کلات یا سلطان اف کلات اداره می شد تا سال 1948 مستقل باقی ماند. در حال حاضر بلوچستان تحت اشغال ایران هست و مبارزه ما هم ادامه دارد. مسائلی رو که ما در بلوچستان میبینیم مسائل عدیده‌ای هستند که از نقض حقوق بشر به طور مستقیم، تبعیض سیستماتیک بر علیه ملت بلوچ، بر علیه مذهب بلوچ، بر علیه هویت بلوچ و فقر، بیکاری، میزان بیسوادی در بلوچستان، از هر مشکلی که شما بگویید در بلوچستان این رژیم جمهوری اسلامی و رژیم های اشغالگر ایران بر بلوچستان اعمال کرده اند. گزارش های متعددی است، را من نمیدانم در کدام بخش به طور مشخص را صحبت کنم، در رابطه هیومن رایت صحبت کنم یا در رابطه با هویت بلوچستان که زیر سوال است، چون رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده است نزدیک به 5 میلیون نفر در سواحل بلوچستان یا به اصطلاح آنها سواحل مکران از شرق بندرعباس گرفته تا گواتر که مرز دو بلوچستان هست میخواند 5 میلیون نفر را اسکان بدهند و تا به حال نیرو دریایی توانسته 10,000 نفر را در این سواحل مستقر بکنه. حالا نمیدونم چون موضوع های مختلفی هستند، اگر شما بفرمایید بر کدوم اول صحبت متشکر. در واقع ما میدونیم که متاسفانه نظام اشغالگر ایران کلیه سیاست های محو وجودی این ملت ها را زیر ذره‌بین گذاشته و با شدیدترین سیاست های مهاجرت و برعکس داره اجرا میکنه. ما در واقع انشالله در هفته های آینده سعی میکنیم با دیدار جناب علی، با حضور جناب علی، بقیه مسائل رو مطرح میکنیم. ولی ما مهمترین امری که امروز مورد بحثمون هست شرایط در واقع سختی که ملت بلوچ و سیاست دشقین که داره اجرا میکنه روی ملت ها، سرقت ثروت ها، بیکاری، بیسوادی، در واقع اینا هر کدوم ما میتونیم در رابطش با بحث کنیم که مسائل حقوق بشر و قومیت این ملت برای بینندگان عزیز شرح بدید اگه. در رابطه با نقض حقوق بشر یک گزارشی از توسط فعالین کمپین بلوچ که یک گروه از نیروهای بلوچ هستند که در این زمینه فعالیت کنند، گزارشی تیشه در سال گذشته 71 نفر در بلوچستان اعدام شدند. در هفته گذشته 4 نفر بدون هیچ دلیلی
توسط سرکوبگران رژیم شل مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده اند. در ظرف یک هفته 4 نفر. در هفته گذشته همچنین به منازل مردم حمله کردند. چندین زن بلوچ هم زخمی شدند بر اثر تیراندازی مستقیمی که در برابر بر روی مردم تیراندازی کرده بودند. چندین زن زخمی شده، حالا در بیمارستان هستند در منطقه به نام دلگان. پس بنابراین مسئله امنیتی در بلوچستان بسیار سخت است. رژیم تمام نیروهای سرکوبگر خود را در بلوچستان آورده تا یک جو به اصطلاح نظامی که بوده هیچی، حالا بالاتر از یک جو نظامی در بلوچستان برقرار کرده. هر جا بلوچ اگر بخواد از یک محله به محله دیگه برود، 10 تا چک پوست است که از اینجا سوار بگه کجا میروید، کجا چه کار میکنید. یک جو خفقان شدیدی را در بلوچستان برقرار کردن تا بتوانند مبارزات دموکراتیک و استقلال طالبانه ملت بلوچ را مهار بکنند. ولی مبارزات ملت بلوچ مهار شدنی نیست، مبارزات ادامه داره. امروز در بلوچستان قشر تحصیل کرده قابل توجهی ما در بلوچستان داریم که به مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی آگاهی کامل دارند و می دانند که سیاست های رژیم در قبال بلوچستان چی است. در رابطه با ذخایر بلوچستان، بلوچستان فعلا ذخایری مثل الهواز که نفت و گاز یا اصلا کلا نبض اقتصاد ایران را باشد ندارد، ولی طلا و مس و معادن دیگری در بلوچستان وجود دارد که رژیم در حال استخراج آنها هست و بدون که مثلا بلوچستان بهره‌ای از آنها یا مردم بلوچ کوچکترین فایده‌ای از این ذخایر ببرند. در منطقه فنوش معادن تیتانیوم کشف شده که معادل چندین تریلیون دلار محاسبه شده. نفت در بلوچستان هم وجود داره، گاز هم در بلوچستان بنا به چیه وزارت زمین وزارت چیز صنعت رژیم، این معادن در بلوچستان وجود دارند. کارخانه های سیمان در بلوچستان افتتاح کردن، نیروهای غیر بومی، استثمار به شدت در بلوچستان ادامه داره. مهمتر از همین اینها مسئله خطری که در بلوچستان مردم با آن روبرو هستند، خطر هویته که این هویت ملی مذهبی است. هم مذهب برده و بلوچ که سنی مذهب هستند توسط افرادگرایان مذهبی شیعه حاکمان جمهوری اسلامی مورد خطر قرار دارد، هم هویت بلوچستان. امروز نام بلوچستان داره از اسناد و مدارک اداری کم کم حذف میشه و دارن به مردم این را عادت میدهند که به جای بلوچستان میگن سیستان. قبلا سیستان و بلوچستان میگفتن، الان دارن میگن سیستان. مثلا در گزارش ها در جایی که کم کم لفظ اتا بلوچستان هم از بین بره. مولوی عبدالحمید چندین بار به این مسئله هشدار داده، گفته که هویت بلوچستان هویت و شناخت ماست و خط قرمزی برای ملت، برای مردم بلوچ است. حالا این مسائل هم داره به این شکل پیش میره. هم همانطور که قبلا گفتم بیسوادی و فقر هم در بلوچستان، مسئله آب، مسئله آشامیدنی آب، مدارس، هر نوع مشکلی را که ما اگر بیایم در رابطه با بلوچستان صحبت کنیم متاسفانه در بلوچستان وجود داره. علتش هم اینه که نگاه رژیم جمهوری اسلامی بر بلوچستان یک نگاه امنیتی، بلوچ را
از جزئی از ایران نمیدانند. واقعیت هم این است که بلوچ جزء ایران نیست و این احساس را ندارد. بله درسته. البته این سیاست متخذه که نظام دشمن جمهوری اسلامی ایران در رابطه با در واقع اخلاء هویت یا هویت ملی قومیت ها را در کلیه مناطق غیر فارس اجرا میکنه، همینطور که سیاست مجرمانه این نظام و نظام قبلی پهلوی در واقع بر ملت عرب الاحواز در آذربایجان جنوبی و برادران ترک و بقیه ملت‌ها ترکمن و کرد رو اجرا میکنه و واقعا این میگه که این نظام میگه آدمایی که روی این سرزمین ها زندگی میکنند جزء این جغرافیا نیستن، باید این ملت‌ها از مرز یا از چارچوب جغرافیای خودشون برن بیرون و سرزمین و ثروت مال نظام آخوندی یا نظام اشغالگر قبلی. و واقعا این دنیا باید در رابطه با واقعیت و شخصیت و هویت این نظام اشغالگر دشخیم آشنا بشه و ما و بقیه ملل داخل جغرافیای موسوم به ایران از سازمان های حقوق بشر، از سازمان بین الملل درخواست عاجزانه داریم که نماینده هایی از مؤسسات حقوقی و حقیقی بفرستن و ببینن این ملت ها چجوری دارن از این حکومت ها خوندی می کشن. شما اشاره به جوامع بین المللی کردید، به خصوص کشورهای منطقه، کشورهای خلیج باید این رو به طور جدی بررسی بکنند که اگر ایران بتواند چه تحت نام جمهوری اسلامی و شکل دیگر بتواند اون نوستالژی، اون فکر امپراتوری خودشو گسترش بده، تمام کشورهای منطقه در خطر خواهند بود. ما ملت بلوچ، ملت عرب الاحواز، ملت های دیگر تحت اشغال هستیم، داریم این رو با جان و پوست خود لمس میکنیم، میدانیم این را، ولی کشورهای مستقل دیگر هم امن نخواهند بود تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی، به خصوص رژیم جمهوری اسلامی و رژیم هایی که بر چنین مبنایی، بر مبنای تفکر امپراتوری، گسترش نفوذ در منطقه استوار هستند، اینها تا زمانی که هستند این خطر وجود داره. و بهترین راه حل هم برای جهان که ثبات در اون منطقه به وجود بیاید، باید حقوق ملت بلوچ، حقوق ملت عرب الاحواز، حقوق ملت های کرد، ترکمن و هر ملتی که خواهان استقلال است باید به رسمیت شناخته بشه. چون با رسمیت شناختن استقلال الاحواز یا بلوچستان، ایران از دریا محروم خواهد شد، دریایی برای ایران نخواهد ماند، از نفت، گاز، تمام معادنی که امروز ایران میتواند برنامه های گسترش طلبانه خود، توسعه طلبانه خودشو در جهان، در مثلا لبنان هر سال 700 میلیارد دلار خرج کردن، این پولو از نفت عرب الاحواز است. اگر این از ایران گرفته بشود، ایران نمیتواند توسعه طلبی بکند. بس باید کشورهای جهان برای ثبات منطقه، برای اینکه امنیت در منطقه تامین بشود، راه های اساسی را بررسی بکنند، نه اینکه مثلا ما بتوانیم سیاست کانتینمنت به اصطلاح انگلیسی که ایران رو بتوانیم مهارش بکنیم. نه، ایران مهار شدنی نیست. اگر ایران هست، ایران توسعه طلب است، ایران تمام منطقه را فرا خواهد گرفت. اگر نه، باید استقلال کشورهای که تحت اشغال ایران هستند به رسمیت شناخته بشه، به آنها کمک کرد تا بتوانند استقلال خودشان دست پیدا کنند. در اون وقت است که ما ثبات درست واقعی را در منطقه خواهیم دید. و چیزی است که با
اصول های بین الملل هم در تضاد نیست، چون چیزی که ما میخواهیم حقوق دموکراتیک ملت بلوچ است، حقوق دموکراتیک عرب الاحواز است، چیزهای ابتدایی است، چیزهای ما چیز زیادی است کسی نمیخواهیم. ما میخواهیم که ظلم بر ما تمام بشود، ما میخواهیم آزاد زندگی بکنیم، این چیز زیادی نیست. همونطور که یک ایرانی میخواهد آزاد باشه، من چرا نباید آزاد باشم؟ ملت بلوچ چرا نباید آزاد باشه؟ ملت عرب الاحواز چرا نباید آزاد باشه؟ از این نظر کشورهای منطقه باید به این توجه کافی داشته باشد به این مسئله. بله دوستان عزیز، نعم اعضای مشاهدین، کما سمحتم الاخ عبدالله يتحدث عن عدة أمور بالواقع. أولها هو اضطهاد الشعب البلوشي مثله مثل باقي الشعوب داخل جغرافية إيران السياسية الغير فارسية، واضطهادهم وتهجيرهم والتخلف الدراسي الصحي البطالة وإلى آخره، وقضية سياسة التهجير والهجرة المعاكسة ونهب الثروات الذي موجودة في منطقة أو تحت أقدام الشعب البلوشي مثل الذهب والمواد المعدنية الأخرى، ولكن هذا الشعب محروم من عندها. طبعا للأخ عبد الله توصية مهمة جدا، وأتصور هذه التوصية أو النقطة اللي أشار إليها وهو تضامن العالم، تضامن الشعوب المنطقة خاصة كما أشار، مع هذه الشعوب لإنهاء هذه الدكتاتورية التي أصبحت تتوسع بالعالم العربي وخاصة الدول اليوم الموجودة، وإيران لها إيد طائلة ومحتلتها بالواقع بشكل عسكري وسياسي مثل العراق مثل سوريا مثل اليمن ولبنان. فيوصي الأخ عبد الله البلوشي وهو أحد قيادات الحركة التحررية لبلوشستان، يقول أن لا بد أن الشعوب العربية تمد يد العون لهذه الشعوب للخلاص من هذا النظام الدكتاتوري التوسعي بالواقع على رقاب الشعوب، ليس فقط في جغرافية إيران السياسية بل حتى خارجها. وأيضا يقول أننا نطالب بحقوقنا الشرعية الذي هي منصوص عليها في الدساتير الدولية وخاصة الأمم المتحدة، وحق هذه الشعوب بتقرير المصير، ونحن لا نطالب غير حقوقنا، وسنبقى نناضل من أجل تحرير أراضينا وشعوبنا. وسلطة طهران تريد أن تقلع كل هذه الشعوب وخاصة الشعوب الغير فارسية من جغرافية ما يسمى إيران، وهي حدودها الشرعية لهذه الشعوب خارج جغرافيتها وخارج أرضها ومحو أيضا تاريخها وهويتها. ويشير إشارة مهمة أنه السلطات الاحتلال الإيراني اليوم أصبحت تؤسس وتؤطر محو اسم بلوشستان، ويصبح بلوشستان غير بلوشستان، اسمه يرتفع من الخرائط ومن الكتب ومن الكتابات الرسمية، ويصبح سيستان الذي لا يرتبط بالشعب البلوشي بشيء. وهذا طبعا سياسة متخذة من قبل طهران لكل الأقاليم أو البلدان التي احتلتها وشعوبها مثل الأحواز، يعلم الجميع سميت الأحواز بخوزستان. أعزائي المشاهدين، نرجع لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله ونسأله حول جبهة الشعوب التي أسست منذ عام 2004-2005 والتعامل بين قيادات هذه الشعوب، وبالواقع ما مصلحة هذا التحرك في هذه الجبهة. أغا عبد الله معزلت نخام.